به نام و با یاد خالق هستی، سلام، احترام و نیکی تقدیم شما عزیزان میکنم. امیدوارستم هر جا که هستین خوب و شاد و خرم باشین. باز هم خوش آمدین به راه درمان که من رحیمه صالحی در خدمت شما عزیزان قرار دارم. نگفته نمانه که برنامه به شکل زنده است و شماره تماس برنامه 020-250-3444 است. اگر در ارتباط با مسائل صحی سوال دارین، بالاخص موضوعی که امروز روش بحث میکنیم، منوپاز یا قطع عادت ماهوار است، اگر سوال دارین میتونین بر شماره تماس برنامه به تماس شوین و سوالاتون را مطرح بسازین. بر بحث‌های بیشتر خود دکتر صاحب مرجان امینی را با خود داریم و قابل یادآوری است که دوستایی که آدرس و تماسشان خواسته بودند، تماسشان 0767-6161-30 و آدرسشان کارته 4 کوچه مخابرات مشتمی دکتران مهربان است. دکتر صاحب خوش آمدین به برنامه. تشکر، سلامت باشین. سلام خدمت شما و بینده های خوب برنامه راه درمان. علیکم السلام، سلامت باشین. دکتر صاحب، در ابتدا خوب است بفهمیم که منوپاز یا قطع شدن عادت ماهوار چی است و در کدام سنین زیادتر به وجود میاد؟ منوپاز که در طبابت برش منوپاز میگن، بین خانم ها قطع عادت ماهوار به صورت دائمی، یکی قطع عادت ماهوار است که بعضن 2 ماه 3 ماه طول میکشه بین دختر خانم ها این موجود میباشه، ولی قطع عادت ماهوار که به صورت دائمی یا 12 ماه متواتر زمانی که یک خانم مریض نمیشه به این میگن قطع عادت ماهوار یا منوپاز. و این خانم ها به خاطر ازی به وجود میاد که امی هورمونای که از تخمدان افراز میشه کاهش پیدا میکنه و این باعث ازی میشه که دیگه یک خانم قطع عادت ماهوار پیدا کنه. و در سنینی که به وجود میآید، بین 45 تا 55 سالگی خانم ها عادت ماهوارشان امکان داره که قطع شوه به صورت دائمی و به صورت اوسط. خانم هایی که بین سنین 51 ساله و 52 ساله میباشه، این خانم ها قطع عادت ماهوار میشه و دیگه قدرت ازی نداره که بارور شده بتانه و دیگه قدرت ازی به وجود نیست که یک خانم عادت ماهوارش مادما به وجود بیه. علتش چیست؟ قسم که گفتیم یک حالت طبیعی، یک حالت فیزیولوژیک بدن است که هر خانم به صورت نرمال در سنین که گفتم، در این سنین یک خانم دیگه قادر به این نیست که دیگه عادت ماهوارش مادما به وجود بیاید، به صورت فیزیولوژیک است. ولی بعضی خانم ها روی بعضی علتهایی که است عادت ماهوارشون قطع میشه، مثلا بعض از خانم ها نظر به دلایلی که مثلا اس یا که فیبروید یا مو تومورهای رحم یا بعض موارد دیگه از روی بعض علتهای دیگه، امکان داره که رحم از اینا را کاملا از جایش برداره، کاملا از رحم بیرون، از داخل بدن یک خانم بیرون کنه، یا ای که تخمدانای زیره از رحم، از خود بطن یا اوصله بیرون کنه. این باعث ازی میشه که دیگه یک خانم عادت ماهوارش کاملا قطع شوه. ولی اگر به صورت فیزیولوژیک باشه، در سنینی که مثلا امو 45 یا بالاتر از 55 سال، و بعض خانم ها امکان داره که بالاتر از 55 سال یا تا سنین 60 سال هم عادت ماهوارشون قطع نشده باشه، ولی اگر پیش از 40 سالگی این خانم ها عادت ماهوارشون قطع میشه، یا ای که مثلا امو 1 سال مکمل عادت ماهوار نمیشن، این خانم ما را میگن که قطع عادت، قطع قاعدگی زود هنگام، که این خانم ما برشان مشکل ساز است، به خاطر از اینکه این خانم ها جوان هستند و میخواین که باردار شوند یا عمل بگیرن، و این خاطر اینا باید متوجه از اینکه باشن و باید زودتر به تداوی خود فکر کنن. بله، درست. یک خانم به شکل طبیعی کدام مراحل طی میکنه تا اینکه به مرحله منوپاز میرسن؟ اینا 3 مرحله داره. یکی مرحله ای که قبل از منوپاز می باشه، یا مرحله ای که قبل از قطع قاعدگی می باشه، یکی خود مرحله قطع قاعدگی است و یکی مرحله است که بعد از قطع قاعدگی می باشه. خانم هایی که قبل از منوپاز یا قبل از قطع عادت ماهوارشان می باشه، اینا امکان داره 4 سال الی 5 سال قبل از یک در مرحله منوپاز برسن، این مرحله را طی میکنن که این خانم ها زیادتر امکان داره که مریضیشان به تعویق بفته، که 3 ماه 4 ماه و یا ای که مریضیشان کم شود، به صورت لکبینی دیده شود، و یا ای که خانم هایی که قبل از قطع عادت ماهوار می باشن، امکان داره که مریضیشان زیاد باشه، فاصله بینش کمتر شود. سلام ویژه تقدیم میکنم به عزیزایی که تازه به جمع ما پیوستین.
شماره تماس برنامه 020-250-3444 است. اگر سوال دارین میتونین به این شماره به تماس شوین و سوالتان مطرح کنین تا جوابتان دریافت بکنین. و ادامه بحث ما بود دکتر صاحب، یک خانم کدام مراحل طی کنه تا به مرحله منوپاز برسه؟ قسمی که گفتیم سه مرحله داره و یکی مرحله که قبل از اینکه به قطع عادت ماهوار برسن به صورت دائمی قبل از منوپاز میباشه که خانم‌ها زیادتر 3 سال 4 سال الی 5 سال پیش از اینکه مثلا در سن 55 سالگی یا در سن 50 سالگی برسن که عادت ماهوارشون به صورت دائمی قطع شوه مرحله رو طی میکنه، به خاطر اینکه تغییرات هورمونی از این پیدا میشه در مو زمان، یعنی زمانی که عادت ماهوار قطع میشه به صورت دائمی هورمونای تخم دان قطع میشه، ولی این زمانی که قبل از منوپاز میباشه در این زمان هورمونا کاهش پیدا میکنه، یعنی کم کم شده میره و علائمی که در زمان منوپاز یا قطع عادت ماهوار پیدا میشه در این زمان علائم شدیدترش دیده میشه و در زمانی که یک خانم قطع عادت ماهوار میشه یا به صورت دائمی به این خانم میگیم منوپاز است، این زمان است که مرحله اول خلاص میکنه و به صورت دائمی عادت ماهوارش قطع میشه و یک سال طول میکشه که عادت ماهوارش کاملا قطع شه و در این مرحله میرسه و خانمایی که در مرحله سوم است بعد از منوپاز میگنش یا بعد از قطع قاعدگی میگنش که در این زمان این خانم ها دیگه این مرحله یک ساله را کاملا طی کرده و امکان داره اعراض علائم داشته باشه، اعراض علائم شدیدتره که خانم ها زیاد از این خاطر به تشویش هستن و امکان داره تا 2 سال الی 3 سال این حالت باشه و امکان داره بعض از خانم ها اصلا اعراض علائم نداشته باشه. درست. دکتر صاحب کدام علائم در وجود یک خانم دیده میشه زمانی که اونا به منوپاز میرن تا بر اساس از اونا بفهمن که به این مرحله رسیدن؟ یک خانم که به منوپاز میره از روی اعراض علائمش میفهمه، مثلا بعض خانمایی که قطع عادت ماهوار دارن زیادتر اینا یایی که در اول بی‌نظمی عادت ماهوار داره امکان داره که مریضیشان، بیشتر گفتم که مریضیشان اولیگو یا کم شوه به صورت لکبینی دیده شوه و یا ای که فاصله هایش زیادتر شوه، امکان داره 2 ماه 3 ماه مریض نشن و بعدن هم که مریض میشن به صورت لکبینی یا کاملا کم باشه و امکان داره که اینا مریضیشان فاصلهش کمتر شوه، زود مریض شون، این بی‌نظمی عادت ماهوار اینا به وجود میاد و همچنان سرگیچه و سردردی پیدا میکنن به خاطر تغییرات هورمونی که سردرد میشه و به اینا توصیه میشه که حداقل روزانه باید 8 گلاس آب باید بنوشن و به خاطر از یک سردردیشون کم شه و به خاطر از اینکه استروژن قطع میشه یا در مرحله اول که میباشن استروژن کم میشه کاهش پیدا میکنه، در این زمان امکان داره که خشکی واژن یا محول پیدا شوه که این سبب خارش میشه و واژن یا محول اتروفی میکنه که در این زمان این خانم ها کاهش میل جنسی میداشته باشه یا اینکه رابطه جنسی خوش نمیداشته باشه به خاطر که امکان داره رابطه جنسیشان دردناک باشه و به می خاطر است که اینا میل جنسیشان کمتر میشه و یکی از اعراض شایع از این خانمایی است که زمانی که خواب میباشن دفعتن حرارت وجودشان تغییر میکنه یا اینکه زیاد گرم میشن یا اینکه زیاد سرما پیدا میکنه یا عرق میکنن، عرق زیاد میکنن و دلتنگی پیدا میکنه که باعث از این میشه که در این خانما اختلال در خوابشان پیدا شوه، زمانی که اینا گرمای وجودشان یعنی حرارت وجودشان کم و زیاد میشه باعث از این میشه که اینا از خواب بیدار شون و اصلا حتی خواب نکنن و این به صورت اتمکان داره به صورت مزمن پیدا شوه، یعنی به صورت دائمی اینا در خوابشان اختلال پیدا شوه که به اینا توصیه میشه که خانما یک ساعت مشخص بر خود تعیین کنه، مثلا در یک ساعت مشخص خواب کنه و در یک ساعت مشخص بیدار شون، اگر اینا را مثلا خواب هم نمیگیره ساعت مشخص کنن و بعض فاکتورهای را انجام بده که اینا خواب کنن، به این خاطر این خانما زیادتر از نارامخوی حکایت داره و همچنان گفتیم که در رابطه جنسی دردناک می داشته باشه که اینا بر اینا توصیه میکنه بعض هورمون هایی که کاهش پیدا میکنه یا کاملا کم میشه از بین میره بر اینا هورمون ها توصیه میشه و در این خانما که در منوپاز میرن یا ای که قبل از منوپاز می باشن اینا افزایش وزن، یعنی خانما امکان داره که چاق شون به خاطر از اینکه در این خانما امکان داره جاغر پیدا شه و بیدرک چاق شوه بدون از اینکه کدام پرخوری کنه، بدون از اینکه بگویم من غذاهایی را استفاده میکنم که مثلا سبب چاقی من میشه بدون از این. بله سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستین؟ سعدمند؟
شما خوب هستید؟ سلامت باشین، تشکر، بفرمایید سوالتانه. گفتم دکتر صاحب، گفتم من یک 15 روز پیش مریض شده بودم. باز یا در 15 ما مریض میشم یا در آخری ما. باز این دفعه در نظر خود یک 5 روز پیشتر مریض شدم. مریضیم زدتر اما. چند روز پیشتر مریض شدین؟ یک 15 روز پیش مریض شده بودم. قبل از او مریضیتان منظم بود؟ یعنی مادم ها مریض می شدین؟ دیگه وقت بود او مادم ها بود. مریضیتان چی رقم است؟ زیاد است؟ کم است؟ لخته لخته است؟ یا دی مثل ماهای قبل؟ نه این دفعه زیادتر بود. آها، درست از برتان جواب میگم خواهم. خدا نگهدار مادر عزیز، از سر تلویزیون ببینین و جوابتان رو بگیرین. خب در ابتدا جواب مادر ما رو بدید. مریضیشان منظم بوده، در این ما مریضیشان زیاد شده و از ماهای قبل زیادتر هم است. زیادتری خانمایی که و متاسفانه سن از اینا رو پرسان نکردم که در کدام سن قرار داره، ممکن که اینا در مرحله قبل از مینوپاز یا قبل از اینکه قطع عادت ماهوار پیدا کنن، ممکن در این مرحله باشن. پرسان نکردم و اگر در اون سن هستن که مثلا بین 45 سال تا 55 سال هستن، امکان داره که اینا در مرحله مینوپاز یا مرحله قطع عادت ماهوار رفته باشن. ولی اگر در این سن نیستن و جوانتر هستن یا سنشان کمتر است قبل از 40 سالگی، امکان داره که بچه که رحم مبتلا باشه، التهابی شده باشه رحمشان و سبب ازی شده باشه که در یک ماه دوبار مریض شده باشه یا مریضیشان زودتر آمده باشه. درست. خانومی که رحم خود کشیده باشه آیا به مینوپاز میره یا نمیره؟ چه قسم است؟ خانمایی که رحم خود میکشه طبعا دیگه عادت ماهوارشان امو زمان است که قطع میشه. به خاطر از اینکه رحم خود میکشن و عادت ماهوارشان قطع میشه، خودشان میفهمن به هر دلیلی که باشه، مثلا اگر رحم کشیده باشه یا ای که کاملا جراحی کرده باشه، در این زمان این عادت ماهوار از قطع میشه و تشخیص از این خانما مشکل تر است که اینا به مینوپاز یا به قطع عادت ماهوار یا قطع قاعدگی رفته باشه. اینا را از روی اعراض علائمش تشخیص میکنیم که همین اعراض علائم را که گفتیم که زیادتر بین خانمهایی که در قطع قاعدگی میرن، زیادتر عرق شبانه میکنن یا گرمای وجودشان زیاد میشه یا اینکه سرمایش زیاد میشه. در این زمان این خانم ها از این زیادتر کایه میکنن، دلتنگی پیدا میکنن، خستگی پیدا میکنن، حالت بیقراری میداشته باشن که در این زمان این را از روی از این اعراض علائم تشخیص میکنیم، به خاطر که دیگه اینا رحم خانه دارن، ولی اگر تخم دانایشان موجود باشه، تخمدانای ازی هورمون افراز میکنن و زمان که هورمون افراز میکنن حالت از اینا حالت عادی میباشه، ولی اگر سن از اینا بالا میرن و در مرحله میرسه که قطع قاعدگی پیدا میکنن، در این زمان است که اعراض علائم پیدا میکنن و از روی اعراض علائمش میفهمیم که اینا به این مرحله رفتن. بله درست. تماس داریم. بله سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم، خوب هستین؟ ساعت من بفرمایین سوالتونه. جنت جان، ما در یک ماه دو بار مریض میشیم، هم اول ما هم آخر ما. چند سال هستی خواهرم؟ 15 یا 16. نه خودت چند سال هستی؟ خودم 15 سال هستم. چقدر وقت میشه که عادت ماهوار یعنی مریض شدی؟ 12 سالگی دیگه. درست از برتان جواب میگم. خدا نگهدار خواهر عزیز. خب اگر بس ادامش باقی مونده بگوییم بعدن به جواب. نه خیر، بس ما خلاص شد. جوابی خواهر ما را میگیم که خانمای دختر خانمایی که نو مریض میشن یا ای که نو مریض میشن، تغییرات در مریضیشان به وجود میاد، یعنی بی‌نظمی موجود می باشه، یا که زود میشه یا ای که دیر میشه، یا ای که خانمایی که در مرحله قبل از قاعدگی می باشن، در این زمان هم تغییرات موجود می باشه. در زمانی که اینا دختر خانمی که خردم هستن نو مریض شده، به خاطر ازی می باشه که تخما به صورت درست وظیفه خود شناخته نمیتونه، به این خاطر در این زمان تغییرات موجود می باشه، امکان داره که مریضشان دیر دیر شد. بله تماس داریم. بله سلام علیکم. بله سلام. سلام، خوب هستین؟ ساعت من دکتر صاحب یک سوال داشتم. بفرمایین سوالتانه. من پارسال در نمای عمل یک ما تفلکت تاسیس کردم، اوزایی کردم. بعد از او مریض ماوارم دیگه بیشی خشک شد، یک پیچکاری کردم، گفتم دیگه عمل نگیرم، باز بیشی دیگه مریضیم خشک شد. حالا چند طفل داریم؟
آن نمخواه پنج تاستن یک بچه دیگه طفل میخواین یا دیگه میخواین که دوباره میخواین عادت ماور شوین یا ای که دیگه طفل میخواین؟ نه نیست من میخواین ماورم تیشه و پس با عادت نرمال بر بگردم. چند سال هستی؟ مادم و مریض شوم. چند سال هستی؟ 35 هستم. آها درست است، برتان جواب میگم. خدا نگهدار مادر عزیز، از طرف تلویزیون ببینین و جوابتان بگیریم. خب در ابتدا به جواب خواهر ما میگفتیم که 15-16 ساله بودن. آها اینا به خاطر ازی که درست تخمدانا وظیفه خود شناخته نمیتونه و می خاطر تغییرات موجود می باشه. ممکن است که این دختر خانم ما دیر مریض شود تا یک بگوین 6 ماه نو مریض هم شده، یعنی 6 ماه طول می کشه تا که دوباره دیگه مریضی به وجود بیاید. این به خاطر ازی می باشه و به خاطر اگر از سن 45 سال بالا باشه در این هم تغییرات موجود می باشه، یعنی فاصلش زیادتر میشه یا کمتر میشه به خاطر تغییرات هورمونی می باشه. تماس داریم. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. خوب هستین دکتر؟ تشکر میکنم، سلامت باشین. صدای تلویزیون تون رو کم کنین و گپ بزنین. سوال داشتم، سه ماه میشه من کپسول موندم، باز دو ماه شما عادت ماهوار شدم، به این ماه دیگه اصلا عادت ماهوار نمونده. چقدر وقت پیش کپسول تطبیق کردین؟ سه ماه میشه. درست از برتان جواب میگم. زنده باشم. خدا نگهدار. خب به جواب سوال تکمیل نشد فکر میکنم از خواهرم. این خانم ها بخاطر گفتم درست وظیفه خود تخمدانا شناخته نمیتونه، در اول کم تغییرات موجود میباشه، ولی اگر این خانم ها یعنی قبلا درست یا 2-3 سال که مریض شدن درست مریضیشان مادما بوده ولی حالت شده، امکان داره که اینام به چرک رحم یا اینا باید معاینات تلویزیونی خود انجام بده که دلیل چه پیدا کنه و تداوی کنه. بله درست. بله سلام علیکم. سلام دکتر، خوب هستین؟ تشکر میکنم، سلامت باشین. بعد اون مریض میشم، یعنی اول مریض میشم بعد تیم اول نمیشم. میبخشین دوباره سوالتان تکرار کنین. مثل من 16 ساله هستم و زمان که مریض میشم یعنی 3 ماه بعد مریض نمیشم و یعنی اختلال زیاد دارم به قسمت مریضیت، یعنی دیر بعد مریض میشی. بله. چند سال هستی گفتی؟ 16 ساله. چقدر وقت پیش مریض شده بودید؟ چند سالگی؟ بله قصد شد متاسفانه. خیر تا اونجایی که گرفتیم جواب میتیم دیگه، اون مادر ما که به تماس شده بودن گفتن که پارسال 7 ماه سقط کردن، حالت پیچکاری کرده بودن که حمل نگیره، حالت ماهوار نمیشن و میخواین که دوباره شون. این خانم هم گفت 35 سال هستن درست؟ بله فکر. بله بله تماس اول بگیریم. بله سلام علیکم. بله سلام خواستین، تشکر. همی خواستی سوال بکنم از دکتر شد که من عادت ماهوارم که میشه با اسهال هم میشم. گفتین اسهال میشین؟ بله. درست است. دلبدی و استفراغ یا مثلا فشارت پایین شوه یا حالت هم پیدا میشه برد؟ بله دلبدی هم پیدا میکنم. درست است، بر جواب میگم. خدا نگهدار خواهر عزیز. خب در ابتدا از زمین مادر ما را جواب شانه بتیم که 35 ساله بودن. گفتن سقط کردن و بعد از او پیچکاری کردن به خاطر از اینکه دیگه طفل به دنیا نبیارن ولی خشک شدن. یعنی که اینا فکر میکنن که از شاید عادت ماهوارش کاملا قطع شده باشه، ولی پرسان رو نکردم که چقدر وقت است که عادت ماهوارش قطع شده. ولی در میتود های جلوگیری یگانه میتود که عادت ماهوار قطع میکنه و یک خانم زودتر به یک قطع عادت ماهوار یا منوپاز میبره پیچکاری است. و حتی میگن کسایی که میخواین که دوباره عمل بگیره و از این میتود استفاده نکنن، یعنی خوب است که استفاده نکنه بخاطر از اینکه باید تداوی دوامدار بگیرن که دوباره مریض شون، مریضیشان منظم شه و دوباره عمل بگیره. و این خانم باید تداوی خود کنه و تغییرات هورمونی که هست برای از اینا هورمونا داده میشه و دوباره مریضیشان میایه. بله درست. و اما به جواب خواهر ما که گفتن 3 ماه میشه که کپسول ماندن، فعلا عادت ماهوارشان نامنظم است. خانم هایی که کپسول میمانه خوبی از این است که 1 سال جوانی از این را به پس یعنی به تعویق مندازه، به خاطر از این که بعض خانم هایی است که کپسول اگر تطبیق کنه امکان از این است که هایپرمنوریا یا مریضیشان زیاد شود. اول تماس بگیریم دکتر صاحب. بله سلام علیکم. بله بله سلام علیکم. سلام علیکم، خوب هستی؟ تشکر. بفرمایید. سوال داشتم از دکتر. بفرمایید. من
یک دم همیشه عروسی کردیم درست؟ آل یک شش یا یک هفته میشه از مریضیم پیر شده. خب من میخوایم عمل بگیرم، آل نمیفهم عامل هستم یا نه. تست نکردیم؟ نه دار نکردیم. درست از برتان جواب میگم. خدا نگهدار خواهر عزیز. خب به جواب خواهرمون کپسول مانده بودن سه ماه. گفتیم بعض از خانمایی که و یگانه میتوده که زیادتر برشان توصیه میشه که اگر دایی خوب بودین کپسول، یعنی بهترین را بهترین میتود جلوگیری کپسول، به خاطر است که هم جوانیشان به طبیق مندازه و همی که تخماشان را سیف میکنه. یعنی هر زمان که اگر دوباره ای را بکشنی کپسولا میتونن زودتر عمل بگیرن. و به این خانما و حتی بعض کسایی است که زمان که تطبیق میکنن ممکن تا یک سال مریض نشه. و اگر این خانم میخواد که دوباره مریض شود این زمان، نظر به تداوی هایی که تداوی هورمونی است، میتونه دوباره مریض شود و نزد دکتر خود مراجعه کنه، حتما مریض هم میشه. بله انشالله. و خواهر دیگه ما که به تماس شده بودن گفتن که 16 ساله هستن، یک بار مریض شدن، با 3 ماه هست که مریض نشدن. اینا گفتن که قبلا مریضیشان درست بود و گفتن در زمان سال هم میشن. نه اینا کس دیگه بودن. فکر میکنم این بار اوائل باشه که 16 سال هستن. خواهر اول هم که زنگ زده بود نظر همین تاریخچه را داشتن. اگر این خانم هم یعنی 2 سال میشه که مریض شده باشه، نظر به مو است که تخمدان ها درست وظیفه خود شناخته نمیتونه، شاید تغییرات در اول باشه که یعنی مریضی شاید 6 ماه 3 ماه طول بکشه. ولی اینا یعنی زیادتر به تداوی خود فکر کنن، ممکن کدام علت دیگه داشته باشن، از دکتر خود مراجعه کنه و تداوی خود شروع کنه. بله درست. و اما خواهر ما که گفتن که عادت ماهوار که میشن اسهال میشن، دلبد و استفراغ هم پیدا میکنن. اینا گفتن اسهال میشه، ولی ما برش گفتم که شاید دلبدی و استفراغ و حتی فشار پایین هم پیدا کرده باشی، به خاطر که در حالتای شدیدی که پی آی دی میباشه یا مچرک رحم، التهابی شدن رحم، ممکن که خانما اسهال شوه، دلبدی پیدا کنه، سردردی پیدا کنه، حتی از کارهای روزانه اینا را کاملا در روز اول دوم مریضیشان اصلا کار کرده نمیتونه، خوش دارن که زیاد استراحت کنن، خوش دارن که مثلا در یک جای گرم باشه. به این خاطر امکان داره که التهابی شدن رحم ازی باعث ازی شده باشه که اسهال به وجود بیاد یا فشارش پایین شود، دلبدی پیدا کنه. و باید بیز یا گپ اصلی مریضی خود تداوی کنه که این دلبدی و استفراغات ازی و اسهال ازی خوب شه. بله درست. و اما خواهر ما که گفتن 10 ماه از عروسی شان میشه، 6 هفته است فکر میکنم که اینا مریض نشدن، میخوان حمل بگیرن. اینا یعنی تداوی خانگی نداره؟ بله بله تماس بگیریم. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم، خوب هستین؟ بله سلام علیکم. بفرمایید سوالتان خواهر عزیزم. بله دکتر صاحب مشنام، بفرمایید. مشنوین؟ بله یا بفرمایید. بله مشنام، بفرمایید خواهرم. دکتر صاحب ما مدت 2 ماه و نیم میشه که مریض نشده بودم، باز اینم یک ماه پیش مریض شدم. مریضی بیخی تو بود که فقط یک نشانگر داشت و بس. اینالی درست میشه که مریض شده، مریضی ماوار. روز اول یک چیز نبود، مگر دیروز و ایمون 24 ساعت یک درد دارم دکتر صاحب که حتی اصلی گفزدن ندارم. گفزدن بسیار شدید است و مریضی بی اندازه زیاد است. تمام شب آمده تشناب بیکدید. چند سال هستی خواهر؟ 41 چودون هستم دفتر خواهر. به شکل مدرد درد بردی اندازه زیاده. خونریزی مثل لخته لخته است یا عادی است مثل خونریزی هایی که در؟ دفتر خواهر خونریزی بخواهید خونریزی است که باور کنید که 3 بسته پوتیس که ما خلاص دادیم در 24 ساعت بی اندازه زیاده زفتر. گفتم خونریزی لخته لخته است، به شکل لخته است یا خونریزی عادی است؟ لخته لخته است؟ یک کمی لخته است، دیگه صاف از بیخی دکتر است. درست است، براتون جواب میگم خواهرم. تشکر. خدا نگهدار مادر عزیز. اول جواب مادر ما رو بتیم بعدم بریم به طرف خواهرم. سوال چی بود؟ امی دسته که به تماس شده بود. اینا گفتن که 41 سال سن دارن و مریضیشان 2 ماه بعد مریض شده و زیاد مریضیشان زیاد است.
و اولش لخته های خون بود که این خانم ها زیادتر به می خاطر لخته پیدا میکنن که شاید که تحرک نداشته باشن، یعنی فیزیکشان خوب نباشه، زیاد نخیزن، زیاد استراحت باشه یا که زیاد شیشته باشن و جریان خون در پا درست نباشه، به می خاطر لخته پیدا میشه و لخته شدن خون بسیار برای زینا مزرم بوده میتونه که اگر تداوی نکنه ممکن که این لخته باعث ازی شود که در خون جریان پیدا کنه و سبب سکته های مغزی شود. و علت ازی که این خانم زیاد مریض شده، علت ازی همو التهابی شدن چرک رحم می باشه که این تداوی کنه انشالله جواب میده. انشالله. و اما خواهر ما که گفتن 10 ماه از عروسیشون میشه و میخوان حمل بگیرن، که اینا تشخیص ازی قسم نیست که برشان بگویم که بدون ازی که تست کنن تشخیص میشه، یعنی باید حتما تست خود انجام بده. اگر قبلا مریضیشون منظم بوده، مادما مریض شده ولی حال مریضیشون به تعویق افتاده و پس افتاد پیدا کرده، امکان ازی است که اینا عمل گرفته باشه و اینا در تستای لابراتوری معلوم میشه، نزد دکتر خود مراجعه کنه و تست خود انجام بده و تداوی خود شروع کنه. بله درست، تشکر دکتر سیم. میم دهی به سوالای ما ادامه میتیم که یک خانم که عادت ماهوارش قطع شده باشه میتونه باز هم از میتودهای جلوگیری استفاده کنه یا خیر؟ بعض از خانمایی هست که شش ماه مریض نمیشه و حالا ما قسمه که گفتم ده این سنین ای اتفاق میفته مرحله مینوپوز یا قطع قاعدگی، اینا فکر میکنن که دیگه اصلا شاید تخمای ما قادر به این نباشه که القا شوه و حمل صورت بگیره و میتودهای جلوگیری کنار میمونن. این امکان نداره، یعنی اگر یک خانم به این خانم به این خانمای سخت میکنه این گپ که 12 ماه متواتر یا متوالی اصلا مریض نشده باشه، یک سال یعنی مریض نشده باشه، میتونه میتودهای جلوگیری استفاده نکنه. ولی اگر خانمایی که قبل از قطع قاعدگی میباشه یا 4 سال یا 3 سال قبل از اون میباشه که مریضیشان 4 ماه بعد مریض به وجود میآیه یا مثلا 3 ماه بعد، اینا نمیتونن که کاملا میتودهای جلوگیری کنار بانن و میتونن که از بعضی میتودها استفاده کنن تا ای که عادت ماهوارشون کاملا قطع میشه. بله درست، تشکر میکنم دکتر. تشکر از شما دوستان عزیز. ای بود برنامه امروز راه درمان. تا برنامه بعد که باز هم در خدمت شما عزیزان قرار میگیریم، شما را به خداوند پاک میسپارم.